قریب به 22 سال است که از سلطنت من می‌گذرد و اغلب شما در این مدت شاهد و ناظر وقایع این مملکت بوده اید و می‌دانید که تمام این مدت روزهای خوش و با سعادتی نبود. مملکت ما دچار گرفتاری‌های گوناگونی بود. مدت زمان جنگ و بعد از جنگ دچار اشکالات فراوانی بودیم و این اشکالات را به خواست خداوند توانستیم یکی پس از دیگری از آنها بگذریم تا اینکه امروز به بزرگترین آرزوهای قلبی خودم و می‌دانم ملت ایران برسیم که ببینیم چنان جمعیتی به نمایندگی حقیقی اکثریت مردم ایران در اینجا جمع شدند برای پیریزی و شالوده همکاری هایی که اولا بین خودشون به وسیله شرکت های تعاونی و سازمان مرکزی شرکت های تعاونی از طرفی و از طرف دیگر اصول همکاری بین طبقه جدید زارع یا دهقان ایرانی با سایر طبقات تولید کننده و زحمتکش و احیاناً مصرف کننده این مملکت. برای من که از طفولیت از زمانی که در مدرسه درس می‌خواندم به فکر خود در صدد چاره‌جویی برای بهبود زندگی اون موقع رعیت ایران بودم، پاداشی بالاتر از این نیست که امروز ببینم به خواست خداوند نه فقط زندگی اون رعیت سابق بهبود پیدا کرده است، بلکه نه فقط ما رعیت و کلمه رعیت و خاصیت رعیت را از بین بردیم و او را یک نفر دهقان آزاد و حاکم بر سرنوشت خود کرده ایم، از همه مهمتر شخصیتی است که من امروز در فرد فرد دهقانهای ایران می‌بینم و او را گردن فراز و پر از امید به آتیه و مصمم به کار کردن بیشتر می‌بینم. خداوند را شکر که ما توانستیم امروز در چنین جلسه‌ای این آمال و آرزوی دیرینه خود را اینطور به این سرعت به این خوبی جامع عمل پوشیده ببینیم، چیزی که شاید سایر نه به این خوبی و در قرنها کشمکش و خونریزی توانستند احیاناً به دست بیاورند، ما در عرض یک سال به دست آوردیم. علت این کار چیست؟ علت این کار یکی صحیح بودن برنامه و قانون، دوم قبولی اکثریت قاطع ملت ایران با وجود تمام دسایس و کارشکنی ها، و سوم اینکه مسلماً تمام افرادی که مأمور اجرای این کار بودند با جان و دل یا از روی اجناب وظیفه به وظیفه خود پرداختند که در این راه بهترین شاهد
اول طرز انجام وظیفه مامورین اصلاحات ارضی است در سر تا سر مملکت که چطور شب و روز با یک روحیه و ایمان عجیبی کار کردند و مسلماً سایر مامورین دولت نیز به نوبه خود همه به این امر خطیر کمک کردند. عظمت این اصلاح عمیق اجتماعی به قدری زیاد است که چون ما از یک فاصله کوتاه و نزدیکی به آن نگاه می‌کنیم شاید قادر به درک آن نباشیم. هر چقدر فاصله دورتر بشود و زمانی بگذرد آن وقت ما می‌توانیم پی به عظمت و قاطعیت این کار ببریم، چیزی که مسلماً در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. این موضوع یعنی آزادی اکثریت ملت ایران توأم با رفاه حال او، توأم با آسایش خیال او، این محدود به بهبود زندگی دهقانی ایران نخواهد بود. دهقان ایرانی که بیشتر تولید خواهد کرد و بیشتر پول به دست خواهد آورد، این پول خود را صرف خواهد کرد. مطمئنم با رشدی که من در شما می‌بینم این پول را در راه صحیح صرف می‌کنید، یعنی برای خودتون منزل می‌سازید، یعنی برای خودتون یا به وسیله شرکت‌ها تهیه وسایل زراعت جدید می‌کنید، زراعت را کم کم مکانیزه می‌کنید، به طرق جدید آشنا می‌شوید، به کود شیمیایی آشنا می‌شوید. اونهایی که قادر هستند اضافه بر زراعت حشم مختصری نگاهداری خواهند کرد، مرغ نگاهداری خواهند کرد، درخت خواهند زد. این تولید اضافی و ایجاد ثروت اضافی کمک خواهد کرد به رونق کارخانجات این مملکت، به رونق صنعت این مملکت. صنعت که رونق پیدا کرد و بازار بیشتری پیدا کرد، وضع کارگرهای این مملکت به نوبه خود به همون تناسب بهتر میشه. برای کارگرها همینطور که اطلاع دارید و دیروز یا پریروز قانون آن منتشر شد، یک اقدام مترقی دیگری شد که امیدواریم آن هم به زودی نتایجش معلوم باشد. وقتی که رونق صنعتی پیدا شد مسلماً درآمد کارگر اضافه می شود. درآمد کارگر که اضافه شد به نوبه خود قدرت خرید او بالا می رود. وقتی که قدرت خرید زارع و کارگر بالا رفت و زندگی مرفه‌تری داشتند، زندگی متمدنانه‌ای داشتند، خانه داشتند، لباس داشتند، غذا به اندازه کافی خورد، دغدغه جدیدی وارد کار می شود که او باید این وسایل این کارها را فراهم بکنه یا واسطه‌ای باشه، و اون اصناف هستند، پیشوران هستند که اونا به نوبه خود از رونق زندگی دهقان و کارگر زندگیشون، و همینطور این سلسله سرایت میکنه به عموم طبقات مملکت و باعث این میشود که تمام افراد مملکت دارای زندگی مرفه‌تر و بهتری باشند. الان کلید این زندگی بهتر و مرفه‌تر در دست شما دهقانان ایران است، برای اینکه اکثریت ملت ایران را فعلا شما تشکیل می دهید و تا چند سالی این اکثریت همینطور با شما خواهد بود، تا اینکه هر چقدر مملکت رو به ترقی برود، هر چقدر وسایل کشاورزی مکانیزه بشود، هر چقدر ما بتوانیم اراضی جدیدی مهیا برای کشت و زرع بکنیم و از طرفی صنعت مملکت رونق پیدا بکند و مملکت هم صنعتی بشود، این حد نصاب فعلی عوض خواهد شد. ولی تا اقلن یک نسل مسئولیت اساسی استقرار و ثبات این مملکت بر دوش شما طبقات نجیب، زحمتکش و شریف دهقان ایرانی خواهد بود. چیزی که مایه کمال خوشبختی و امیدواری من است این است که سعی کردم در
تمام این تماس هایی که با شما در مسافرت هایی که به اکنان اوقات مملکت می کردم، در این تماس سعی کردم که به روحیه شما، به طرز فکر شما آشنا بشوم. دیدم که کاملا به تمام این مطالب شما وارد هستید. مخصوصا هر دفعه سعی کردم بپرسم که چرا شما اینطور پشتیبان و دنبال این برنامه هستید، به چه علت؟ دیدم که فقط به علت ظاهری این که خب یک قطعه زمینی رو به شما میدن و فقط به دلخوشی مالکیت یک سند شما دلخوش نیستید. شما معنی اساسی این کار فهمیدید و معنی اساسی این کار آزادی است که در خودتون احساس میکنید، به زبانهای مختلف از دهان افرادی که یکی مثلا در مراغه بود، دیگری رعیت قیرکارزینی بود، سومی شاید اهل مازندران بود، چهارمی شاید اهل اردبیل بود. همین مطلب من شنیدم که مثل این است که ما زندگی جدیدی را از نو شروع کردیم. یکی می گفت من مثل این است که از نو به دنیا آمدم. یکی می گفت که من با وجودی که 70 سالم است تازه یک نیروی جوان 20 ساله در خود احساس می کنم و پشت گاواهن می شینم و یا گاری می چکار می کنم. اینها قیمت ندارد. این حس وقتی که در اکثریت یک مردمی پیدا شد، این حس را هیچ چیز نمیتواند جبران بکند. هیچ قدرتی بالاتر از این حس ایمان و امید در یک جامعه نمیتواند باشد. تمام همه مسئولین امور در هر نقطه از دنیا، تمام همه سیاستمدارهای مسئول و دلسوز این است که وسائلی فراهم بکنند که در یک ملتی ایجاد امید و ایمان بکنند. این چه کار عظیمی است که ما در این مملکت به خواست خداوند موفق شده ایم که در میان شما دهقانان به تنهایی 75% این مملکت را تشکیل می‌دهید، در میان شما این ایمان باشد، چه برسد که این ایمان مسلماً مطمئن هستم در طبقه کارگر پیدا شده است با این قانونی که داد و در سایر طبقات نیز پیدا می شود. هر کسی به یک علتی، اصناف برای اینکه کارشون بهتر خواهد شد، کارمندان دولت برای اینکه امیدواریم به وسیله قانون جدید استخدامی وضع اونها بهتر بشود، دیگر یا از راه اطلاع فرهنگ ایران، یا از راه اطلاع علوم در ایران، یا از راه ایجاد یک محیط سالمی که در آن فساد ریشه‌کن شده است، محیطی که فقط کسانی که لیاقت دارند پیشرفت می‌کنند، محیطی که پاداش خدمتگزارا را می‌دهد و همچنین محیطی که احیاناً کسانی که از راه راست منحرف شده باشند به مجازات حقه می‌رسند. پس برای من این ساعت شاید گرامی ترین و شریف ترین ساعت زندگی من باشد، چون هم یکی از آرزوهای دیرینه خود را برآورده می‌بینم و همین که لااقل 75% جمعیت این مملکت را آزاد و خوشبخت با آینده. هیچ محلی را مناسب تر از این نقطه، یعنی از پشت این تریبون، این تریبونی که ریاست افتخاری یا ریاست جلسه به این بزرگی را، جلسه‌ای که مسلماً بر قاطبه افراد این مملکت ریاست دارد، هیچ مکانی از اینجا مناسبتر نمی‌دانم که اظهاراتی را که با ملت ایران دارم از پشت همین تریبون
در این لحظه بنمایم. ملت ایران روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم و تعهد کردم که در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأن را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم. و از خداوند مستعان و ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد کردم که در خدمت به ترقی ایران توفیق پیدا کنم. خداوند قادر متعال را به شهادت می طلبم که تا امروز با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور در زمان جنگ و مصائبی که بعد از آن دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم. بعد از رهایی آذربایجان و گذراندن گرفتاری های ناشی از اشغال نظامی ایران در دوران جنگ جهانگیر، من بر سر پیمان خود در حفظ حقوق و ارتقاء ملت عزیز ایران ایستادم و از طریق اختیاراتی که در اصل 27 متمم قانون اساسی از طرف ملت به من سپرده شده و به موجب آن حق انشاء قانون به پادشاه و مجلسین تفویض گردیده، به منظور ساختن ایران مترقی و آزاد که در آن استقلال اقتصادی و اجتماعی افراد تأمین شده باشد، چه از راه دستورات مکرر به دولتها برای پیشنهاد لوایح قانونی مفید و چه از راه سفارش به نمایندگان مجلسین اقدام نمودم، ولی متاسفانه ملاحظه شد بعضی از لوایح مربوط به اصلاحات اجتماعی که دولت‌ها برای ارتقاء ملت ایران
و پاک کردن دستگاه های مملکتی از فساد به مجالس تقدیم کردند، به صورت قوانین مسخ شده ای در آمد که ضرر آن مستقیما متوجه مردم و مملکت می شد و نفع زودگذر آن به عده‌ای متنفذ می رسید، چنان که لایحه قانونی اصلاحات ارضی و لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت به صورتی از تصویب مجلسین گذشت که فقط ناظر به حفظ منافع تصویب کنندگان قانون یا گروهی متنفذ خارج از مجلس بود. در سال 1329 برای دادن نمونه عملی اقدامات اصلاحی دستور دادم املاک موروثی سلطنتی را میان کشاورزان تقسیم کنند و قانون فروش خالصجات را تدوین نمایند. معذالک هیچ بزرگ سرمشق نگرفتم و در عناد و لجاج خود در مقابل سیر جبری تحولات زمان ایستادم. سعی کردم با حفظ اصول انتخاب و معمول ایران از طریق تشویق افراد به تشکیل احزاب اکثریت و اقلیت، شاید گروه های متشکل حزبی در پارلمان پشتیبان افکار و پیشنهادات اصلاحی بشوند. دیدیم از این راه نیز نتیجه حاصل نشد. انتخابات دوره بیستم و تجدید آن نیز نمونه ای از نارسایی قانون انتخابات و عدم امکان اظهار نظر حقیقی و آزاد اکثریت مردم مملکت بود. مجموعه این قرضورزی ها و بی‌اعتنایی ها به مصالح مملکت و سرنوشت ملت ایران که مکرر مشاهده گردید مرا بران داشت تا برای انجام اصلاحات لازم و اساسی دولت تازه ای را با اختیارات بیشتر مأمور نمایم و آن دولت در قدم اول شرط انجام اصلاحات را انحلال مجلسین دانست و تقاضای انحلال پارلمان را نمود و استدلال دولت مورد موافقت قرار گرفت و فرمان انحلال مجلسین را صادر نمودیم. در اصلاح قانون انتخابات مندرج در فرمان انحلال به رعایت اصل دوم قانون اساسی بود که اعلام می‌دارد مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند و اجرای این اصل عملاً به دلیل وجود رژیم ارباب و رعیتی در دهات ایران که 75% مردم ایران را شامل می شود و نبودن کارت انتخاباتی که جلوگیری از تقلبات انتخاباتی در شهرها بنماید متوقف مانده بود و با استفاده از قانون انتخاباتی که بدون تجربه کافی و با توجه به نظام اجتماعی و اقتصادی زمان تصویب شده بود، عملاً مردم واقعی ایران را از حق رأی آزاد و مملکت را از دموکراسی
که حکومت آراء اکثریت مردم است محروم می داشت. بعد از انحلال مجلسین دولت بر اساس دستورالعملی که دادم و معروف به فرمان شش ماده شد اقدام به یک سلسله اصلاحات عمیق اجتماعی کرد که نتایج و آثار آن اساس نظام اجتماعی کهن ایران را دگرگون خواهد کرد و از این لحاظ در سراسر تاریخ 2500 ساله ایران بی سابقه است. مانند لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن که امروز در سراسر کشور در حال اجراست و روح تازه‌ای به کالبد جامعه روستانشین ایران دمیده و به 16 میلیون ایرانی حق حیات اجتماعی بخشیده است و با تشکیل سپاه دانش به منظور تسهیل تعلیمات عمومی و اجباری تاریکی جهل و بیسوادی از جامعه ملت ایران رخت برخواهد بست و در نتیجه مردم به حفظ حقوق خود و رعایت حقوق دیگران آشنایی بیشتری پیدا خواهند کرد. اجرای این اصلاحات و آماده کردن ملت ایران برای شرکت در مسابقه ترقی و تعالی جامعه بین‌المللی امروز آرزوی من و هر فرد اصلاح طلب وطن پرست است. آنچه در زمینه اصلاحات تا کنون اقدام شده عبارت است زیر سازی بنای ایران نوین بر پایه جامعه آزاد و دموکرات و مترقی و مرفه است که باید تا آخرین مرحله به همین نه پیش برود و از مردم زحمتکش ایران ملتی شاداب و متحد و مرفه و سعادتمند بسازد و بی ادالتی های اقتصادی و اجتماعی را از میان مردم وطن ما بزداید. و فواصل طبقاتی را از میان بردارد. بدون شک عوامل سیاه ارتجاعی که به خاطر حفظ منافع خود ملت ایران را در غرقاب مذلت و فقر و بی‌عدالتی می‌خواهد در قبال این تحول عمیق و اساسی از پای نخواهد نشست. همچنین قوای مخرب سرخ که هدفش اضمحلال مملکت و تسلیم آن به اجانب است از پیشرفت این برنامه ناراضی است و در تخریب آن خواهد کوشید. در اینجا من به حکم مسئولیت پادشاهی و وفاداری به سوگندی که در حفظ حقوق و اعتلاء ملت ایران یاد کرده ام نمیتوانم ناظر بی‌طرف در مبارزه قوای یزدانی با نیروهای اهریمنی باشم، زیرا پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفتم. برای آنکه هیچ قدرتی نتواند در آینده رژیم بردگی دهقان را از نو در مملکت مستقر سازد و ثروت‌های ملی کشور را به تاراج جماعتی قلیل بسپارد، وظیفه خود می‌دانم به نام رئیس قوای سگانه مملکتی
بر اساس اصل 27 و استناد به اصل 26 متمم قانون اساسی که اعلام می‌دارد قوای مملکت ناشی از ملت است، مستقیما به مردم ایران و استقرار این اصلاحات را از طریق مراجعه به آراء عمومی پیش از انتخابات مجلسین از ملت ایران که حاکم بر مجلسین و منشأ اقتدارات ملی است تقاضا کنم. تا بعد از این منافع خصوصی هیچ کس و هیچ گروهی قادر به محو آثار این اصلاحات که آزاد کننده دهقان از زنجیر اسارت رژیم ارباب و رعیتی و تأمین کننده آینده بهتر و عادلانه تر و مترقی تری برای طبقه شریف کارگر و بهبود زندگی کارمندان صدیق و زحمتکش دولت و رونق زندگی اصناف و پیشوران و حافظ ثروت‌های ملی است نباشد. من علاقمندم این قوانین که به منظور تحقق تحول عظیم تاریخی در ایران به موقع اجرا گذاشته شده است مستقیما مورد تصویب افراد ملت ایران قرار گیرد. پس برای سعادت ملت ایران و به منظور استقرار اصلاحات انجام شده و احتراز از خدشه‌دار کردن این اصلاحات از طرف عوامل ارتجاعی و مخرب به پاداش مجاهداتی که در راه رستاخیز ملی ایران شده است و با توجه به علاقه قلبی که مرا با ملت ایران پیوسته داشته از فرد مردم ایران در هر جا که هستند تقاضا می کنم برای تصویب ملی این اصلاحات شرکت کنند و آراء مثبت خود را بدهند و شایستگی خود را در مقابل جامعه مترقی جهانی و نسل‌های آینده و تاریخ ایران به مرحله ثبوت برسانند. اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه به آراء عمومی می‌گذارم و بدون واسطه مستقیما رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می‌کنم به شرح زیر است. 1. الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مسبب مصوب 19 دی ماه 1340 و ملحقات آن. 2. تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور.
سه، تصویب لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. چهار، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی. 5. لایحه اصلاحی قانون انتخابات. 6. لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.